سلام علی آقا، به به تصویرتونم آمد، چقدر تصویر خوب. و این دفعه میتونم بگم از همیشه تصویر بهتر از لحاظ تلویزیون و اینا. خب دوستان عزیز، آقای افشارها هم با ما هستن، ضمن تبریک سال نو بهشون و آرزوی این که سالی بهتر باشه، هم برای ایشون، هم برای خانوادهشون، هم برای ما که خانواده بزرگ ایشون هستیم، ایرانی ها و تمام آدم های کره زمین. حالا اگه کرات دیگه هم آدمی، حیوانی، جانوری دارن باشن. دیر شب شنیدم برای اولین بار، من از روزی که اومدم آمریکا ایراد گرفتم که چرا اینا میگن God bless America. اگر یک کسی به خدا باور داره باید بدونه که خدا باید همه رو بیامرزه، نه God bless America. این ترامپ که آقای افشارا هم یه جورایی حمایت میکرد که این بیاد بشه و من مخالفشم، بالاخره دیشب گفت God bless America و همه انسانها. آقای افشارها سلام مجدد، تبریک سال نو و خوش آمدید. این اولین برنامه امسال شماست، امیدواریم آخرین نباشه. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، با شما هستیم، بفرمایید. بنده هم قربان متقابلا سلام عرض میکنم به حضور حضرت عالی و شروع میکنم با بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله طیبین طاهرین، تمام دوستداران، عزیزان، بینندگان، شنوندگان، هموطنان عزیز ایرانی و موحدین عالم و بزرگوارانی که به خلاق عالم معتقد هستند و می دانند که این کون و عالم ملکوت به هر حال صاحبی دارد، سلام عرض می کنم و درود می فرستم و آرزوی بهترین ها رو براشون در سال به اصطلاح پیش رو و سالهای آتی دارم. امیدوار هستم که انشالله زندگیشون توامه با خوشی، سلامتی، درآمدهای حلال نازنی زن به حضور دنیون پرگونم ما رزقناکم با انفاق به انداز کافی همیشه سرفراز و ارز کنم معتق و پیروز باشد. عرض به حضور محترم حضرت عالی و دیگر دوستان، تبریک عیدی لازم داشتم که به عرض مبارکتون رسوندم، عید فرارسیدن بهار. و در همینجا جناب آقای صوبی لازم میدونم به عرض حضرت عالی هم برسونم که و دیگر دوستان، از اونطور که قبلا هم به نظرم برای جناب عالی ایمیل کردم، از یک شنبه به مدت 133 روزی برای چند کشور ما عازم هستیم و خداحافظی زمینی داریم تا انشالله به سلامتی پس از انجام مسافرت و تشرف به عرض کنم که آستان ملائک پاسبان امام هشتم و عرض کنم کربلا و نجف که اونها بیشتر 4-5 روزی طول نخواهد کشید در جمع، ادا وظیفه بکنیم، چون هر حال دوستان وظایفی معطل میکنن و خودمان هم از زیارت سیراب کنیم، بعد 4 سالی مجددا برگردیم در خدمت دوستان باشیم. جناب آقای سربی، از حضرت عالی و جناب آقای پتیک عمیقا بسیار زیاد در ابتدا دعاگویی میکنم، در ثانی تشکر میکنم از اینکه همدردی فرمودید، مثل دو ایرانی عالی، مثل دو ایرانی والا مقام، مثل دو ایرانی راستگو و درست کردار ابراز همدردی فرمودید با هموطنانتون و خصوصا با همشهری های ما که متاسفانه در همون 140-150 کیلومتری ارزم به حدودتون مشهد المقدس انجام شده است که در حومه کریمان باشد، همون سنگسوی دون ها، ولی خدا رو 100,000 مرتبه شد هیچ گونه تلفات جانی جز یکی دو نفری نداشتیم. اتفاقا همون روزی که این واقعه ارز کنم که آسمانی نازل شد از بر اونجا، صبحی بود که من به خب دلیل کار خودم حدود ساعت 4-4:30 بود و چون خواهر برادرها مرام همه میدونیم، برادر بزرگ میدونستن که اصطلاح بیدار هستن، تلفن زدن و تصور میکنن جز اول کسانی باشن که به حال مطلع شده باشن. عجبا که در همون موقع گفتن بیش از یکی دو نفری این در تلفات نداشت است، که بعدها من در اخبار دیدم همین بود که در این باره هم بازم به درگاه
فرزن به حضورتون باری تعالی تشکر میکنیم که این واقعه خیلی تلفات نداشت است و همون مسائلی بود است که حضرت عالی هم الان نشان میدادید خرابه هایی داشته است که یک به کمک مردم حق پرست والا مقام همینطور که میفرمیم والنتیر و خود به اصطلاح جوش بسیار بسیار همکاری کردن، ضمناً همچون آقای قاضی‌زاده هاشمی هم وزیر بهداری دولت جمهوری اسلامی خود شهر خریمان هستش و همه جا عنایت دارن، خب خصوصا هم به شهر خودشون بیشتر شنیدن فوق العاده بر حال امکانات ایجاد شده است. لیکن این عرضم به حضورتون به درس قاطع میگویم حرامیان بلنگو به دست وقتی هیچی پیدا نمی کنن، من از بعد یعنی شبکه های لعین مثل همون عرضم به حضورتون رادیوی اسرائیل رو عرض کنم نمایندگانشون در اینجا شنیدن که خواستن که خیلی ایرادگیری بکنن، گفتن بیان شده که بعدی جا 8 ساعت بعد واقعا جای تمسخر داره برای اینها که دیگه این بزرگترین ایرادیست که تونست بگیرید که بعد از 8 ساعت آری در بعضی جاها حتی در همین امریکا به کرات دیده شده که ماها و سالها برای کمک رسانی های واقعی میمانند، ولی خب باید هم باقی بمانند. اینها هم خانهشان آباد که بعد از 8 ساعت برپار به همه جا رسیدند و خوشخبری میدم آقای سربی عزیز که به حمدالله به خیر گذشت است، ولی پس لرزه زیاد داشته. همون موقع خمین فرمودن که الان ما داریم اینجا لرزه میبینیم، اینطور بود که پس لرزه های فراوانی در روی 170-180 تا اینطور که من در اخبار شنیدم داشته است، بدی خدا رو شد به خیر گذشته است. نهایتاً دوباره تشکر خودم رو به عنوان همدردی با همشهریانمون از حضرت عالی و دیگر دوستان تقدیم میکنم و جناب آقای سربی چون در چهارشنبه شما عنایت فرمودید و مسئله ای رو به بنده لفظاً محول کردید، اگر بسیط الیت هستن که این رو در جایی که میدانم پول رو قرار بدهم و به اون مؤسسه بگم آقا شما هزینه بکنید، اگر بسیط الیت یعنی دستم بازه برای این مسئله به روی چشم مثلا نیازی از شما حواله بکنید، همین که کلام حضرت عالی هر سندی بالاتر هستش به روی چشمم و $150 از سمت شما دو بزرگوار به اضافه دیگر مقادیری که به هر حال ذکری ازش نداریم، اینها رو به جایی که باید بریزیم بریزیم در راه خدا. اگه الان خیر و نمر هر کسی میداند که چه میکند، این وظیفه را انجام میدن مشروط بر این که الان شما فهمید آری یعنی بنده را معزوم کنید اخلاقا و نفسن که من مجاز هستم که به مؤسسه‌ای که اعتقاد دارم الحمدلله به همه شان اعتقاد داریم، بله که اونی که بیشتر کار میکنیم بنده معزوم باشم سمعن و طاعتن برو چشمم انجام میده. ممنونم از اونم قربان. بله قربان هستی، چون شیرازی ها آره نمیگن، میگن ها ها بر ها بر الهی زنده باش. بسیار چشم، من $150 از جانب شما دو بزرگوار همانجا به هر حال حساب میکنیم به نرخ روز و به اونها پرداخت خواهیم کرد انشاءالله به راه خیر برسد و دستگیر خودهاتون و خانواده هاتون باشه برای تمام افرادی که این کمک ها را میکنن. ولیکن آقای سربی عزیز با اینی که من تایتل مسائلی رو که بخوام عرض بکنم همیشه یادداشت میکنم، نه اینی که بگم تازگی، خب همه از افرادی که برحال در این کارها باشن باید تایتلش رو داشته باشیم چی میخوایم بگیم، ولی فرمایشات خود حضرت عالی هم گاهی خودش تایتل میشه برای ما، یک عنوان میشه برای که صحبت بکنیم. الان اشاره میفرمودید که این عرض کنم که ثروتمندان گرفتاریشان بیشتره. خانم ها، آقایان، خواهران، برادران، والله شهد الله درست میگه سربی، نه اینی که بگم ایشون حرف تازه ای میزنه، یک واقعیت تاریخی دینی قومی نه همیشگیست. در فقر آقای سربی امید نهفته است، یعنی یک فقیر اونی که میگن فقر و فخری، فقر فخر منه، برای که در فقر امید نهفته است. همیشه یک نفر آدمه که ناداری داره، یعنی یک ناداشتنی داره، این امید دارد به دارا شدن آن، پس در فقر امید نهفته است.
در غنای زیاده از حد وحشت وجود داره. از چی؟ از مبادا فقیر بشن و این دارایی رو نداشته باشن. آدم دارای زیاده از حد، چون میدونی شما در اسلام نمیتونه کسی دارای زیاده از حد باشه، چون اینقدر راه های حسن سوشال کردن و توضیح ثروت وجود داره که به اون مبالغ و به اون ارقامی که ایجاد استکبار و تکبر بکنه نمیذاره برسی. حالا اگر هم رسید، این شخص گرفتار ترس است، گرفتار وحشت است. و من برای این که امت بیشتری به این فرمایش حضرت عالی و به عرض خودم داشته باشم، اجازه میخوام که اگرچه از سمت ملیح مرحوم عبدالباسط به علل تکنیکی محروم شدیم، خودم به هر حال یک چند آیی از سوره مبارکه حمزه رو بخوانم که تاییدی بر فرمایش شما. اگرچه اینها دعای دست من هستش و به هر حال از برم، بلکه ملکه آیات کلام الله هستش، بهتره که بنده دقت هم داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه. وای بران کسانی که واقعا عرضم به حضورتون بدبینی میکنن و عیبجویی میکنن و بعد به تعاقب اون هم هرزدرایی میکنن، دهن پارگی میکنن، حرفهای زش میزنن. ویل لکل همزه لمزه. حالا این ویل خودش چه حکایتی دارد بگذاریم. الذي جمع مالا وعدده. آن بدبخت کسی که هی مال جمع میکنه هی شماره میکنه. خوب حالا توجه بفرمایید چطور دارن تذکر میدن. مال جمع میکنن و هی شماره میکنن. یحسب ان ماله اخلده. این بیچاره گمانش میرسه که این مال زیادی رو مخلدش میکنه، اینو عمر باقیه بهش میده، اینو جاودانش میکنه. حالا ببینید چطور این به حساب توسوس شیطانی در این شخص شکل میگیره. کلا لینبذن فی الحطمه. این بیچاره نمیداند که در آتش قرار گرفته و خودش خبر نداره. آقای صحبی اگر من بیام به یک شخص متوسط الحالی مشابه حضرت عالی، البته متوسط الحال مالی ولی بسیار مستقنی از نظر روحی، بگم آقای 10,000 دار 5,000 دار من دیو دارم به من بدین، خیلی راحت میگی بابا مثلا یا ندارم یا اینقدر دارم یا مثلا فکری میکنم از صحبت. اگر همین جمله رو شما به یک مستکبر ماردار بگویید، این به راحتی شما نمیگه، آتش میگیره، میگه همه میخوان منو به اصطلاح عامیانه بدوشن، آتش در درون میشه. به همین دلیل خدا میفرماید کلا لینبذن فی الحطمه، اینا در آتش هستن. و ما ادراک ما الحطمه. بحث اینه که این بدبخت ها اصلا آتش را نمیفهمن، خیالشون مثل آتش فقط همینی که کوره آتش، نه، این درون این بیچاره آتش میشه. آتش اینی که مبادا یک وقتی فقیر بشه این موقعیت نداشته باشه. آتش اینی که فکر میکنه مردم همه میخوان اینو بدوشنش، این بیچاره نار الله المقده، آتشی که خدا در درون اینها گذاشت. الذی تطلع علی الافئده، اون آتشی که در دل کافران و دشمنان خدا بیشتر قرار داده. انها علیه موسده فی امد ممدده، مثل یک آتش عمودی، مثل یک عمادی در دور اینها، این آتش اینها رو در بر گرفته است. مصداق باقی اینها همین کلب کبیر، همین رئیس جمهور. جناب سوربی عزیز، من یادتون هستش میگفتن این مرد خواهد شد و بعد گفتن که امیدوار هم که بشود، چون گفت یخربونه بیوتکم به ایدیه، به دست خودشان خانه هاشون خراب بکنن. چنین جماعت و کشور مستکبری چنین رهبری باید داشته باشه. که اگر شما ملاحظه بکنین اینو همیشه توی سخنرانیش دو سه نفر دارن مثل ما به در مسلمانی به مورد تلقین میدن، یک دو سه نفر ای بر اوبرش میشن، چون فعل حقیقت ایشان پرت و پلا میگه. اصلا در چهرش اگر شما نگاه بکنین آثار ندامت از گرفتن این کار در چهرش ظاهره. زمانی که خودش رئیس امپراتوری، ارز کنم که
تجاری خودش بود، یک شخصی بود که با عمرش نکن یا نه نشنیده بود، در حالی که در اینجا آمده چپ و راست قاضی میگن نه، نماینده میگن نه، رئیس کجاش میگن نه خیر بی صدا باش، هلی کلیش نمیتونن تو سازمان ملل میگه اینجور، وزیر خارجش جای دیگه میگه اونجور، درست از هشتاد درجه هست و خودش کشماکه. امروزه که رو نصب میکنه در ژانویه، در کیو ژانویه و نمیدونم فبروری و مارچ عزلش میکنه. این همان مصداق آتشیست که در این هست و به حمدالله یخربونهم بیوتکم به ایدیهم، به دست خودشان خانه هاشان خراب میشه. کلام خدا ما ازلا که دو بشنن، باید اینطور باشن. جزای مستکبر عرض کنم که بیان شده است که چه خواهد بود. این یک به اصطلاح حاشیه‌ای در این که شما فرمودین من گفتم ایشون، آره به همین دلیل گفتم که در مجموع اینطور افراد، اینطور اشخاص، این کسانی که استکبار تا لایه‌های ذهن و زندگیشون رو گرفته، باید همینطور رهبرانی هم داشته باشه. چون من شخصا اجازه و سیاسی چه بکنم، با قول آندری گرومیکو آقای سوربی، برای امریکا من پولیتیکال آیدنتیتی قائل نیستم، هویت سیاسی نداره. ایشون رو یک کلاه مخملی چاو تو جیب بزار اروپا میدونن، حالا چه کشوری چه جماعتی بگذاری، اینا کلاه مخملی هم. از جنگ دوم بی این طرف که چرچیل اینها رو کشوندشون توی کار و اون اصل مونروه رو شکوندن اینا که دخالت کنن در دنیا، شدن کلاه مخملی، هیچ چه دیگه نیستن. و لیکن استکبارشان زیاده، دم مستکبر رو باید چید، به چه شکل، هر کسی به شکل خودش. به این دلیل هستش که من از این مواردی که این اندازه به هر حال پریشان رویی در این شخص میبینم خوشحالی میکنم و برحال میگم که این آتش داره وجود اینها رو میگیره. بگذاریم در مسئله اردم به حضورتون که تجدید پیشنهادی داشتم برای شبکوران شاهپرست که در این رابطه هم به شما عرض میکنم به چه دلیلی هستش. الان من چندین مرتبه هم کتبن و هم حضورم به دوستان گفتم که آقا مردم فقط انتقاد میکنن راه حل نمیدن، من هم انتقاد کردم هم راه حل دادم. خاطرتون هست جناب سوربی یک زمانی من گفتم که این آقا رضا پسر اون مرحوم حاج من رضای تفنگ فروش، ایشون عرضم به حضورتون که موقعیتی دارد، یک تعدادی شاهپرست وجود دارن، یک عده‌ای هستن که مثل پروانه گرد ایشون میچرخن، از ایشان میتوانن بگن آقا شما ها مثلا 500 هزار نفر شبکور شاهپرست هستید، توی پول بذارید، میلیاردید، 2 میلیارد پول میشه، زمینی بخرن، شکل ایرانش کنن، تاجی تختی 12 و 12 بیاد تاجشو بگذاره ایشون، تا دو بعد از دورم بیان ایشونو طواف کنن، بعدم باز بره دنبال عرض کنم کارهای روزمره و ایشو اشرت و مسکر. خب باز فرداشم همینطور. این راه هست آقایان شاهپرست، عزیزان من، گفتگوی ما با شماست. یک زمانی آقای سوربی من یادم هستش که آقای هستن همش همین اسمش از یادم میره، آریان پور به من هر همونی که 2 سال قبل یک ایمیلی داد، زمینی دو کلمه که تشکر و حضوری داشتش تبریست راست گفتاری و صحبت ها چیزهای مرسوم، بعد گفتن چرا با بدون به اصطلاح اشاره به دیگران شما فرمایشاتون را صحبتاتون های افشارانی میکنید. جناب آقای آریان پور اخلاق ندارن فی المجلس پاسخگویی کنن. حالا جوابتون رو میدم، هیچی در این دوره عرضم به حضورتون که مدیای فراوان و این کامیونیکیشن های که از اندازه اصلا خارج شده، کسی چیز تازه نمیتونه به یکی دیگه منتقل کنه. یادتون باشه هر خبری که شما میشنوید این اینو جلوته از فلان مثلا شبکه، از فلان فیسبوک و دیگر چیزها شنیدی. حتی آقای
سوری من خاطرم از 5-6 سال قبل در یکی از این حساب یلاوات مشهد زوش ما یک باغچه پدری داریم در اونجا یک باغبانی بود. من یک صحبتی میکردشی در باره کشاورزی رو گفتم این چه گفت گوگل که میفهمی؟ خدا رو گواه میگیرم من این گوگل کن یعنی صرف گوگل با فعل کردن رو از ایشون یاد گرفتم. گفتم یعنی چی؟ فکر کردم گویی یه حدی چیزی داره میدنه. گفتم اگر کامپیوتر آقا نداری؟ گفتم چرا؟ خب بذار تو گوگل یاد میگیری میفهمی چیه؟ من الان فکر کردم میگی گوگل کن میفهمی. همین میگم آقا ایشون باغبان بی سواد پیرمرد ده زشت مشهد ما بود. هیچ چیز تازه ما هم نداریم برمیگیم. آقای آریانپور مگر این که یک مباحثه معقول یک دیالوگ داشته باشیم، یعنی بریم بشینیم بگیم آقا شما که میگین شاه شاه شاه، من یک سؤال فقط از شما میکنم شاه پرستان گرامی، شاه دوستان محترم، هرچی مخواهد اسم بدیم به خودتون. آقای سوربید یک لحظه من حضرت عالی رو مخاطب قرار میدم. خاطرتون هست جنگ دوم جهانی برندش در اروپا یعنی در انگلستان منظورم به رهبری چه کسی بود؟ چرچیل. این معروف بود اصلا. من یادم اون موقع بچه بودیم بگفتن از انگلیس که مونده چرچیل کله گنده. همه مردم دنیا اگر شما این میکروفونتون رو بگیریم پیش 100 نفر و بپرسید که آقا چه کسی واقعا باعث شدش که در اروپا بتونه پیروز بشه و این صحبت ها جنگ دوم با سیاست جرفا 95% چرا بگم 95 100% میگن آقا چرچیل در انگلستان، یعنی برای خود انگلیس میگم آقا چرچیل در انگلستان در زمانی که آقای جورج ششم یعنی پدر همین خانم الیزابت پادشاه بود. اصلا نمیدونم پادشاه کی بوده اون موقع، شد الان خودشون هم جورج پنجم بوده، بابا جورج ششم بوده، ادوارد هشتم بوده. آقا زمانی که رضا خان شستی و آقا پسر ارزم به حضورتون شهبت رانه قمارباز کیفبازش اعلی حضرت همایونتون اومد تو کار، اینها قانون مشروطه بود. گفت بیعدد تنها نه خود را داشت بد بلکه آفت بر همه آفاق کرد. زمانی که همه کارها رو شما محبل یک نفر آدمی میکنیم به نام رضا شستی، وقتی شما همه رو محبت میکنیم به آقا رضا تفنگ فروش توجه کنیم، تنها این نیست که اونها رو در این خراب میکنیم، چون به قول انگلیس های مثالی دارن میگن وقتی میخوایی که تخریبش کنی خیلی دربارش مبالغه کن. نه تنها اونو خیتش کردین خرابش کردین به روزگار یا به سرش آوردین که دیدین نه قبر نه نمارده پدرش معلومه نه قبر خودش. من شنیدم که اصلا میگفتن اونا رو اخوان المسلمین ها کامل در نکاتر چندن ریختن درو دمید، حالا الوحدت علی رابی خدا میبینه انشاءالله دروخه. حتی قبرشون هم معلوم نیست، این روزگار به سرشون اومد. خوب شما که این مسئله درباره اینها میفرمایید آقایان شاه پرست توضیح بدین به من به عنوان یک فرد ایرانی سوال کننده که هزاران نفرم چه ارتباط داشته به شاه؟ چرا شما حق خدمات وزرای فهمیده همکاران عالی اون زحمت کشانی که اون کارها رو انجام دادن همه رو از بین میبرین، همه رو فقط میکنی چی؟ به سمت رضا شاه و محمد رضا شاه. اولا جواب شما خیلی زیاده اینه که غلط کرده اینها مشروطه رو تحویل گرفتن که از مشروطه انگلستان قوی تر بود. اگر نمیدونید بدونید انگلستان قانون اساسی نداره، بر مبنای پروتکل سنتی هزار سالشون رفتار میشه. اینها زمانی گرفتن که تمام اصول و بندهای همان مشروطه برقرار بود و زیر پا گذاشتن، به شاه مربوط نبود. جواب ما که خیلی معلومه، میگه غلط کرد چیده خودش که این قرار کرد به اون مربوط نبوده، ولی شما باید پاسخ بدید. پس تیمورتاش که بود، داور که بود، زحمتکشان دیگر که بود، در قباب و سلطنه که بود. جناب سوربی عزیز، علتی که این اندازه وطن فروش در بین قوم ایرانی پیدا میشه به همین دلیله. من حق میگم چون میبینن هر عملی که انجام بدن میگن شاه اعلی حضرت کاری کردن، اعلی حضرت کاری کردن، عیالش اون کار رو کرد، غلط کردن.
ما آقا کاملا یادمونه جز شهوت رانی، جز کیف و کول کردن کار دیگه نمی کردن اینا. حالا آقای میان میشن هی بوخ میگیرن، هی استخونه را از تو قبر ناشناخته در میارن، یه آقای همین این اون هی عکس 20 سالگیش این یارو فرح رو نشونه اینا. آقا خجالت بکشید. آقای آریان پور، ما می توانیم دیالوگ داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. بنابراین شما که فرمودید چرا بدون اشاره به دیگران، من میخوام بگم تنها رسالتمون اشاره و گفتار به دیگرانه. اگر این که توی فیسبوک و میسبوک و اخبار چیز در بیاریم بدیم جناب سروی مهربان بخانه یون که این که آقا کار نشد. آقای آریان پور عزیز، ما آمدیم که در مقابل افراد ذلیل و زالده مشابه کل این تلویزیون ملحد بدکاره مسئول و مأمور افراد و کشورهای به خصوصی که دروغ پردازی و لجن پراکنی از دهان خودشون زیادی میکنن، یک صدای مختصری در یک نوشته‌ای، در یک تلویزیون متینی، در یک جای داشته باشیم. هیچ کار دیگر و رسالت دیگری برای خودمون نمیبینیم. آقای سروی، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، عمر بده، خدا حفظتون بکنه، ممنون. برای همون 50 دلار 100 دلار گون آقا داده بره. این رو یک احساس نشان دادی نسبت به وطنه. یک آدم بی انصاف، یک آدم کج سلیقه، یک آدم بی مروت، که من بیشتر از این با توجه به سنش صفت نمیدم به ایشون، به نام آقای سیاوش آذری، چند شب قبل همینطوری من رد می شدم در تلویزیون نگاه کردم، دیدم درباره مشهد داره خبری می خواد. رو 5 میلیون در ایام عید مسافر رفته است به مشهد، حالا داره می خواد. بلا فاصله بعد از این لجن پراکنی، شیطنت زاد. آقا فقر روزگارت گرفته، بترس. خب یزوبونت عذاب ما کنتم یکسبون، به کارهایی که کردین یعنی زائقه میکنین عذاب رو. خجالت بکشید آقا. بلا فاصله برمیداره میگه 5 میلیون نفر رفتن برای شهوترانی، برای خیلی عذر میخوام فاحشه بازی در جبان اونجا. شما رو به خدا ببینید آقای سربی، اول اینی که بگن آقا 5 میلیون توی شهر رفتن، هتل برقرار بوده، برق برقرار بوده، آب برقرار بوده، مکانات برقرار بوده، زندگی کردن، کیف کردن، بلا فاصله این حرف میگیرن. ببینید شیطنت و خباست حضرت عالی آقای سربی، ببینید با آقای آریان نشان آریان پور بشنوه اینو. اینها آقا شیطنت به چه اندازه، خباست به چه حدی، غلط کردید شما ایران رو دوست داشته باشید. پتخ اضافی میل میفرمایید که شما برمیدارید میگید نمیدونم ما وطن رو دوست داریم. دروغ میگی. شماها به اطفاء شهوات زمان شاه معتاد شدیم، بیچارگان هنوزم مبتلایی. سر به سجده الله نگذاشتید که بدونید انسان در مقابل یک نفر باید فقط و فقط انتکشه به خاک به ماله، بینیشه به خاک به ماله و کوچک کنه خودشه، هی به ماله و احساسه حقارت کنه. اون هم فقط درگاه اللهه. خاک بر سرتون که شما معتاد شدید به شهوت و شهوترانی و دروغگویی و حرامخوری و حرامزادگی اون طاغوت، و حالا میشینید اینجا به زبار امام عشقو میگین رفتم پاشه. خاک بر سرتون. به ایشون گفتم مگر شما که با عیالت میخوابی بیچاره عیالت نمیفهمم که چرا آقا خیلی قرمبه صحبت میکنم؟ گفتم به زنت، برای که خواستم احترامت کنم. شما وقتی با ایشون مجامعت میکنی میخوابی، مگر دخترت عروس میکنی داماد میگیری انشاءالله به راه حلال، مگر اینها جرم کردن؟ گفت نه خیر. گفتم آقا جون من، عزیز من، پس همین است. اونها هم طبق رسوم این کار میکنن. گل در دهان شما باد که به ارکان شریفه اسلام این معانی رو میگیم. آقا شما فحشا میخواین، آزادی میخواین، خب اینجا که هستش دیگه. یارو ما تو خونه طرف نشسته بودیم، به احترام ما شرب و مسکر را جمع کرده بودن، نشسته بودیم یه روب نبودشته بودیم، یه جاردانگول جمال خوش جمال یک مرد نرقولی با
با عیالش آمد، ای کاش هیچ نمیگفت، ما فکر میکنیم بچه خواهر یا زن است، برادر زن، ای چیزی. این مرد خبیث صاحب خانه که از اونجا دوستی رو قطع کردیم راحت گفت آقا مثلا منوچه از دوستان عزیز خانوادگی راست رفتن طبقه بالا این زن با این مرد. خدا مرگتون بده، شما فحشا زیر دماغتونه، بعد به کسی که میره در مشهد پذیرایی میشه، زیارت میکنه، این لقب رو میدین؟ آری آقای آریانپور، آریانپور هم میده نه؟ بله. من اگر در نزدیک اینطور افراد باشن یک زیر گوشی میذارم، تاوان قانونیش هم میدم، یعنی اگر دستبند میخوان بزنن، اگر کلانتر میخوان ببرن، اگر جریمه میخوان بکنن. وظیفه انسان این آقا، انسان به عقیده و جهاد در عقیده انسانه، اگر نه ازل من البهائمه که از بهائم و چارپا پستنه. من اگر رسالتی برای خودم احساس بکنم این هستش که در مقابل این لجن پراتنی ها حسول عمل نشان بگیم، هیچی دیگه نداریم بگیم، صحبتی نداریم، که من بعد در چهار تا چیزی رو از روی نمیدارم، اخبار و فیسبوک و چکبوک و یه حرفا رو دارم بذارم اونجا که این کار نشد قربان که شما اون ارشاد به من فرمودید. و من آقای سربی عزیز خیلی متاسف هستم که از عزیزان ایرانی در اینجا سکوت میکنن در مقابل این ملائین. آقا چهار نفری که شما اعتقاداتی دارید به زبان عادی خودتون به شبکه CNN زورتون نمیرسه، به شبکه های خیلی سنگین و پول نمیدونم خواه زورتون نمیرسه، سربی که حاضره اینجا، آقا بیاید بیان بکنید که این افراد وطن ناپرست نوکر اجنبی بگید توی این همین تلویزیون ایران آریایی. من میبینم یک مفسری داره که شده ارباب اون میگی بدبخت و چهار نفره دیگه مثل اون، قطعا ننگ دارم اسمشو ببرم، در یک به اصطلاح جمله بیان میکنم. زمانی که آقای سربی عزیز اون منصور لعنه الله به خصوصی که کشتنش، این مرد وزارت فرهنگ با آموزش و پرورش تبدیل کرد، اون مشهد مسخرش میکردم، یک آقای بهروشی بود، ایشون جمال پرست بود، یعنی تمایلی داشت به خوشخطان، یک مردی هم که اصلا حزب اونا آمده بود توی کارو خیلی جوان بود و خوشخط و خال بود، اونم اسمش رادمنش بود. مشهدی ها یعنی فرهنگی ها مثالی کرده بودن و گفتن حاج آقای بهروش جمال پرست. آقای بهروش دم اداره آموزش و پرورش به رادمنش گفته بگی بذار درش، استغفر الله، فرحال ایرادی نداره، گاهی ما باید حرفی بزنیم. یک چنون آدمی که از قدیم گفتن چه کارش بکنن، این آمده شده مفسر برای اربابان خودش در امریکا و در یک کشور دیگه، وقتی میخواد اسم ببره چهار تا آقا و محترم میاره، به مردی که به رهبران کشورهای دیگری برسد مثل اروپایی کشورهای دیگه، به زور اسمشون هم میبره. بعد اون وقت آقای آریانپور میل داریم در این مقولات در این مسائل یک فردی که به هر حال احساس وطنیت، حالا به وطن هم من زیاد چی ندارم، گفته آشنایی نه به قرب نسب از قرب ارباب ادب از ادب است. آقا ما افرادی هستیم با فرهنگ جاودانه خودمون، فرهنگ حاکم بر ایران 1500 ساله فرهنگ اسلامی است، به اضافه همه تاریخی که داریم، ما از دیدگاه تفکرات به هم میشیم هموطن و دوست عزیز، اگر نه اینی که لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست، مثلا اعتنا نداریم که تو کانادا یا تو زیمبابوه یا تو ایران هم عقیده خودم رو سربی مقداری بنده احساس هم عقیدگی میکنم چون کشم هستن. اون خبیثان اون شیطان های والله شیطان چیز داره به اینها بیشرفانی که در اونجا آقای سربی، من اصلا یادم میاد واقعا وقت این خرمعرکه رو میبینم یادم از داستان بچگی که میگفتن خر خراتی میکرد پره نمیدونم اصفه اتصالی میکرد نمیدونم میمونه
چی میگن رقاصی میکرد و غیره. شهر قصه بود اسمش. شهر قصه از اون گرفت. این هم داستان زمانی که ما مثلا 10 ساله 8 ساله بود شهر قصه اینا بود اصلا. اصلا این داستان فولکلور معروف ما در مشهد خیلی میشنیدیم. تنبکی میزدن دوی حرفا خر خدراتی میکرد از بحثالی میکردن شهر رقاصی میکرد کار نداریم. رقاصه آمده شده مفسر سیاسی و بوزینه بیزمال نمیدونم حاج منرضای تفنگ فروش اومده نشسته اینجا شده مرشد ما. رای بدین رای ندین. واقعا من نمیدونم اینا از کلامانی آکوب یاد گرفتن. خیالشون سه دموکراسی که گفتن که اولا خواهد بسر این دموکراسی. اصلا من این دموکراسی ها رو به این آقای آریانپور همونی هست که میگن بیاییم و با هم صحبت کنیم تا به شما نشان بدن ثابت بکنیم همه با هم که این حرفا همش مفته. این تسلط غرب زمانی که خواست به سمت شرق انجام بدهد این کارا رو کرد. 80 سال پیش آقای سوربی میفرستادن این جوانه شعبت پرست و شعبت را به یک کشورهای خارجی را بیکن عرض کنم که دلار و مولار رو نمیدونم فرانک و حرفا مینداخت میدن شما دوستان دختر هیچی اینجا میامدن برای ما سوقات لیلی برگ چغندر میآوردن که دکار کو فلسفه دکار چیه بابا. این شکاکی بود و خیلی شک کرد و بعد یک دفعه گفت شو کن خود رسوی اصلا به وجود خود شک کرد. بعد یک دفعه جمله معروفش را گفت خب آقا جمله معروف جوی شو کن خود رسوی من فکر من پس من وجود دارم خواهد بر سرتون. شما اطلاعات ندارید. فلسفه شکاکی ایران 900 سال پیش رو بخوانید. فیرون شکاک 600 سال قبل بالاتر از دکارت بود فقط چون خواست در سر لوحه به حساب کارش غرب ستمکار گذاشت تسلط فرهنگی و فکری اینها همه راه برد اوناست. اگر نه یک کسی که عوامل ملا محسن را در جامع المقدمات خونده باشد یک طلبه دو ساله را بنده بر بزرگترین فلاسفه غرب نشان دادن که ترجیح داره. هیچ چیزی نیستن این آقا. بزرگ نکنیم قدری به خود خودمون برگردیم. جناب آقای آریانپور بنده از حضور حضرت عالی استدعا میکنم که شما هم ضمن مقالاتی که میدین نظرات انتقادی و ارشادی خودتون رو بفرمید. درست عکس اونی که به من فرمودید حرفی میخوای بزنی اشاره به دیگری نکن. اشاره کنید آقا و دب که او فتح ادب برها. این رو من درباره ارزم بزرگتون شبکوران شاه پرست خواستم بگم. آرزوی سلامتی و دعا میکنم برای همه وطنخواهان واقعی منصفین عالی و لعن دائم میفرستیم بر این نوکران عرض کنم که صهیونیسم و ارزم بزرگتون کاپیتالیسم جهانی که علن و در خفا اینها جز تخریب جز خرابکاری درباره ملت نجیب شرق غلط دیگری نمی کنن. و اما جناب آقای سوربی حضرت عالی فرمودید در همون گفتارهای جلسات قبل درباره حق و واقع من یک دفعه توضیح داده بودم خدمت حضرت عالی که حق و واقع واقعی که خب مشخص همونطور که فرمودید و اکثرا هم می دانن ازا وقت و واقع هرچی که واقع بشود واقع احسنی رخداد است. رخداد دیگه توضیح نداره. مفهوم عقلی است. رخداد یعنی هر چی که رخداد. حقیقت رو من عرض کردم نه هر کسی به میل خودش تعریف کنه. حقیقت اسم حقه. وقتی شما حق بفهمیدید حقیقت به دنبالش خواهد آمد. وقتی ما میگیم حق، حق تعریف شده است. از 4000 سال قبل در باره حق صحبت میکنه تا الی حال. نیچه میگه حق در زور تبلور پیدا میکنه. اصلا زور مولد حق. بیسمارک میگه حق از دانه توپ در میاد. یعنی هرچی توپ کالیبرش بیشتر باشه یعنی همون فلسفه نیچه. قدرتی بیشتر باشه حق بیشتر داره. هر فیلسوفی هر به حساب صاحب معرفت قابل قبولی حق رو جوری تعریف کرد. ما هم به عالم خودمون که تمام مأخذ فکری انسان از آیات کریم است میگیم آقا ما در قرآن داریم الحق و من ربک حق از سوی خدا میاد. اینش یکی دنبالش مهمه. لا تکونن نه من الممترین اصلا ترکید نکنید در این. خب حالا یکی دارن گوه آقای افشارها فرض کن ما
ماشین سوری و ماشین اشار تصادف مشتر چرا؟ یعنی که چقدر داشت شما میگی حق از اون؟ گفتم خیلی خوب، آن کسی که اینو میگه دنبال هاشم میدونه. میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، خدا را اطاعت کن همه میدونه، رسول را اطاعت کن همه میدونه. این اولو الامر هاشون یعنی در جایی که شما دارید زندگی میکنید حکومت حاکمه بر آن اولو الامر است. بنده دارم در امریکا زندگی میکنم، ماشینم با آقای سوربی تصادف میکنه، هر کس یک گمان و یک حرفی میزنه برای خودش، رایگان خودش باد، بینندگان. این حکومت، این اولوالامر آقاجون یک کسی دارد به نام متخصص پلیس راهنمایی، میاد نگاه میکنه اونجا، بعد میگه آقا این تقصیر افشاری که زده به ماشین آقا سوربی، حق ظاهر شد، این شد حقیقت، الحق من ربک، این شد حق. حالا میگه پر همونجا هم این پلیس میگه آقا اگر شما ادعای دارید باید بریم به یک جای دیگری که باید با ادبه بیشتر اونها حق را عیان کنند، اگر نه شما تانجبلی چیزی به عنوان حقیقت ندارید. حق و حقیقت، کتاب اوپانیشاد هندی، کتاب تقدس مقدس، میگه حقیقت در ته یک جای بی‌پایان است، هر چه بری نمیرسی. در کجا میتونن تعیینش بکنن؟ به همین طریقه گفتن. این درباره اون حق و حقیقتی که برمیگید. درباره وظیفه و خدمت هم چون دیدن چند باری صحبت شده، بنده اطلاعات در میرسانم قضاوت با دوستان. جناب آقای سوربی، وظیفه بعضا بدون پول انجام میشود و خیلی هم میشود. در دین میگوین امر به معروف نهی عن منکر وظیفه است. خب در همین کارهای اجتماعی ما نیستن کامیونیتی واچ، یعنی اگر شما دیدید کسی زباله انداخت وسط خیابون، شما اگر دیدید یک مسکری داره، آدم لاعبادی داره بار پیش میره، یک جور خطرآمیزی رو انجام میگن، وظیفه اجتماعی کن این هستش که به پلیس خبر بدی. ببینید در مقابل این وظیفه پولی نخوابیده. خب اینه داشته باشی، وظیفه دینی هست، وظیفه اخلاقی هست، وظیفه اجتماعی هست، غیر ذالک. اما خدمت مطمئنن باید پول در ازایش داده بشه. حتی اگر ملاحظه بکنیم میگن خدمت وظیفه، خدمت وظیفه یعنی آن چیزی که باید داراش پول در، یعنی خدمت وظیفه، خدمت رایگان. احساس کنی؟ نه. این یعنی خدمت رایگان. به هیچ خدمتکار و خدمتگزار رایگانی در دنیا شما نمیتونی معرفی کنی، ولی موظفین رایگان بسیارن. عرض کردم به شما وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی، وظیفه قانونی، غیر ذالک. بنابراین مطمئن باشید که اگر من غرضم از این باشد که بار مالی به یک کاری میگیره، خدمت 100% در ازای پول است، ولیکن وظیفه بعضا با پول است، اگر نه عمدتا به کارهای رایگان اطلاق میشه. مسئله بعدی درباره فراماسون بود. بنده به شما عرض کردم، یعنی خدمتتون مثلا صحبت کردم که آقا اینها در مجموع هر دست پربده یک مکتبی هستن. فراماسون فرس نمی کنه به اینها، معتادشون میکنه، عادتشون داده. کسی که میخواد که تریاکی کنه دو بار سه بار ده بار اون کار رو انجام میده که بعد خود به خود رو تریاکی شده. کسی که فراماسون هستش، مشابه آقای شریف امامی که بزرگترین رازدار و دانشمند علوم سیاسی ایران بود در نیم قرن گذشته، نداشتیم مثل این مرد. با توده ای بود چون کامبخش که اگر بالاتر از کیارونی نبود، با این تن نبود، یا برادر زنش بود، شوهر خالش در نمیدونم، دادم نمیاد. با علمای دینی کاملا آمیخته بود، رسبر به اسلام مستر بزرگترین لوژ ایران بود، یک دنیایی بود. نیم کلام حرف ندن، نیم کلام هم ننوشت، جمشید آموزگار آتزا و خیلی های دیگر، شوکت الملک علم، پدر مرحوم علم، اینا آقا 8-10 تا کاتب همیشه دور و برشون بودن. فکر نکن اینا اگر میخواستن چیزی ننویسن نمیتونستن بنویسن، نمیتونستن بنویسن.
برای انتصاب رضا شستی پدر محمد رضا تفنگفروش برای سلطنت و نصب مرحوم شوکت الملک علم پدر آقای علم در توی مجلس عوام انگلستان دست بوده، به دلائلی و اون آقای رضا شاه رو کردن رضا شاه. بگذاریم یک کلمه، شما شوکت الملک علم چیزی نمیبینید. اگر آقای اردشیر زاهدی میگه، من میگم به راحتی میتونم بگم آقای انفرماسیون نیستش دیگه، برای که خودش اصلا داره نشان میگه شرایط اصلیشون اینه. و خیلی ها حتی در همین دوران اخیره که پوتن میکنن میلیون ها چیز میدونن، یک کلام بروز نمیدن. این درباره اون رمز و رازی که من به شما عرض کردم، فورس نمی کنن ولی تربیت شده هستن. یک ساعت شما باشون حد زنید یک موردی و بعد میبینین اینها بعد از اون زدن تو جاده خاکی رفتن اصلا توی مسئله دیگه. این بحثی داره که اگر وقت لازم باشه انشاءالله بیشتر دربارش صحبت داشته باشیم. و اما مسئله دیگری که میخواستم عرض بکنم، مسئله تقدس و مقدس بودنه. آقای سربی من یادم شدن، الان حضور ذهن ندارم، دست سم به کتاب خانم نداشتم که بتونم نگاه بکنم. یکی از همین فلاسفه غرب هست که خیلی هم معروف هست، این مدعی هست، سر تو ذهنم میاد ولی دقیق نمیتونم بگم، میگه هیچ چیز مقدس نیست. من چند دفعه دیدم حضرت عالی هم فرمودید، با نهایت تواضع به خدمت حضرت عالی عرض میکنم، گمانم میرسد که علت این قضاوت این هستش که معنای مقدس و تقدس رو نمیدونیم. به نظر من 180 درجه عکسیم، همه چیز مقدسه. بنده وقتی میخوام بشینم اینجا صحبت بکنم به احترام و تقدس ساحت مقدس بینندگان و شنوندگان و تلویزیون، مجبور هستم از لباس خانه خودم رو عاری کنم، لباس رسمی تری بپوشم. آمدم به منزل آقای سربی، خواستم یک چایی ایشون مهمانم بکنن، اگر میدونم ایشون اقامه صلات میکنه خودش رو اهل و عیالش رو اون فرش، سجاده خواسته ندارن، محیط مقدسی زندگی ایشون، باید کفشم رو درارم، باید مقدس. آقا وقتی یکی داره صحبت میکنه تقدس و اون مجلس ایجاب میکنه که ما و آقای سروی دیگر شنوندگان بشینیم اون آقا صحبت شده، همه چیز مقدس است. خدا لعنت کند اون فیلسوفه که من در میارم اسمشو بعد خدمتتون عرض میکنم که گفت هیچی ما، آقا اونها همه مسکرند، اینها همه لاتند، والله به خدا بیایید بخوانید شرایط اینها رو، ببینید از کجاها اینها میان. یک دونه به دلیلی کلاس میدن با چهار تا صندلی میگن شد کرسی، حالا میدیم بالا. تمامی اینها رو وقتی شما نگاه بکنید سوابق عجیب و غریب دارن. من یادم نمیره در همین زمان آقای خاتمی بود، یک مشکی لاعبالی هایی که اسم اسمی طلب گذاشته بودن، گنج بود نمیدونم یارو چی اسمش، عباس میلانی بود، این دیگه یه آدم هایی نمه حتمی آقای سروش که من برای به دلیل براش احترام قائل هم، این بدبخت هم دست مسک اونا شده بود، آقای عبتهی حتی به لباس مقدسه روحانی، این آقا یک مشکی از این فلاسفه مسکر خورده یه الوات دائم الخمره آورده بودن تو ایران، می آوردن تو ایران. اون به اصطلاح تیموتی گارتنش استراتیجیست اینتلیجنس سرویس انگلستان معروفه، جان کین که اصلا با عبدالکریم سروش داره، جان ایک اینا را آوردن، ازم بود از همه اینا بدتر یورگن هابرماس فیلسوف مسکر خورده آلمانی، داد یک آدم دقیقی زشتی که اگر بیر حال تو من میخوره. این آقا تئوری و پایه‌گذار تئوری نافرمانی های مدنی بود که حالا بعد 40 سال آقا رضا کوچولی یاد گرفته فلسفه را تو زربرق در آورده که نافرمانی مدنی. آقا اینا چرته، اینا حرف مفته، اینا مسائلی است که غرب خورد شما داده. توجه داشته باشن، اون کسی هم که میگوید آقا تقدی چی مقدس نیست، همه چیز دوستان مقدس است، یعنی همه چیز حریم خودش رو داره. اگر ما معنی تقدس و مقدس بودن رو بفهمیم بد میدانیم. چرا؟
توی کلیسا هم که میرین حرمت خودش رو داره، یعنی آیین خودش را دارد. حالا اگر که خوشش میآید تنبک بزند در داخل اونجا غیر کمر بزنه، نمیفهمم والله. خب ما لغات رو به نابجا خیلی به کار میبریم. میگن عرض کنم که ستار خواننده یه چیز سنگین. مکرر من گفتم آقا یه خواننده سبک به ما نشون بدیم، چون مسائل در قیاس مشخص میشه. البته قیاس حرام است در اسلام، چون اول قیاس کننده شیطان ابلیس بود. گفت وقتی خدا سوال کرد چرا تو اطاعت نکردی، گفت انا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار، خلقتم من دین، ما را از آتش آفریدن، آتش از خاک بالا دره. قیاس غلطه، ولی من این قیاس رو میکنم. آقا شما به بنده یک دانه مطرب، یک دانه خواننده سبک نشون میدین، بنابراین اطلاق لفظ سنگین بیرده به علت اینی که ما سبک سنگینی رو، اگر متدین است دست دیگری است، اگر نه سنگینی نداره. وقتی که این نفر هم دردونی گرد زورخانه، این تو زورخانه است، ایشون تو باب همین قناع و خواندن و ارزم بودون و درب و مطربی و عشق و حالا خیالات است. این چه معنی داره؟ سنگین چی؟ سبک است. درست مثل همینی که یارو تکبر و اوچ و همه رو یحسان به کار میبره. نه آقا، هر چیزی معنی خاص خودشو داره. اوچ خود بزرگبینی در درون خود آدمه. خب بروزش ندادی، شما موجبی اوچ داری، مراتب هم داره. من عجب به جماله، من عجب به کماله، من عجب به علمه. در کسی به خودش اوچ میکنه، من بهترین گوینده، اوچ میکنه من بهترین فلانه. تا بروز ندادی معجبی. بله، اول گناه متکبر تچ من عرض عجبهو به ناس. کسی که ارزمی داره این عجبشو، چرا میگیم ترا مستکبره؟ برای که من ارزمی کنم. یک آدم معجب ممکنه خیلی هم متواضع باشه. به عبارت ریاضی، به عبارت ساده تر، هر متکبری معجب هست، هر معجبی لزوما متکبر نیست. اما اینا فقه و لغه است، اینا در بحث لغت میاد. در عنوان عمومی افراد حق دارن بگن آقا این بابا سبکه، این بابا سنگینه، ولی اگر قدری اندیشه بکنیم خیر. صفات ناشناخته ندیم به افراد. همه چیز مقدس است، یعنی به اندازه خودش حریم داره. هیچ چیز غیر مقدسی وجود نداره. فقط کافی ما مقدس رو بفرمیم، یعنی حفظ حریم، رعایت احوال موقعیت، شأن طرف، شأن جا و مکان، اینا. حالا اگر معتقد هستیم که در موقعی که مجلس عزا هست تنبک بگیریم برقصیم، و در موقعی که طرف هست بشینیم های های گریه کنیم و عرض کنم ذکریات بگیم، اون بحث دیگری نیست. بنده یادم میاد خدا بیامرزه رفتگان همه رو، شما رو آقای سوری مرحوم پدر بزرگ بنده، یک وقتی که اون دایمون به اصطلاح ازدواج میکرد و یه حرفا، دو سه شب جشن گرفتن اینها. اون حاجب پدر بزرگ تسبیح مینداخت زمانی که یک پریخماری بود در مشهد دعوت گرفته بودن که ایشان میرخصید، مطربه بود. یک نفر گفت حاجب اینجا هم ذکر میگیم؟ گفت نه خیر، من دارم با این تسبیح تعداد غیر این میندازم میشورم. آقا توجه کنید، جا به جا کنه بودو اصطلاح غلطی که بکاره، جا به جا کنه سهیر. هر چیزی تقدس خودش رو داره، حرمت خودش رو داره. افتخار میکنم به اینی که رعایت بکنم. با ایشون چی دور صحبت کنم؟ با ایشون به یک دور به طرف بزنم؟ با اون یکی تقدس شو اون دور؟ با آن ملائین شیاطین هم به حکم اگه دم دستم باشه یا اصلاح یه دو گوشی میدارم تو اون دهن کثیفش، بعدم جرم قانونیشو میدم که مقا هرچی میفرمین آقای قاضی اطاعت میکنم. توهین نکنی به مردم، یه مسئله مهمیه. عقیده سیاسی دارید، اهلا و سهلا. نظریه ارز کنم که فلسفی دارید، اهلا و سهلا. توهین موقوف. شما حالا به اونجا صحبت میکنید، ما در همین تلویزیون ارز کنم که محدود محترم به اعتقاد دارم که این عبید کسی نیست. از بختان بیچارهی که میگی تا 29 ژانویه میبندیم و در چک
مثل لقمه ارز کنن طرف کلب بهتون میدن در کشوری بعد می روی پا میگین ها رسید مردم دادن. خدا همه با انشاءالله به راه راست و خیر گدایت بکنه. چقدر دیگه وقت داریم؟ داریم اصلا یا نامه کاش که امروز 2 ساعت وقت داشتیم من با شما صحبت میکردم قبل از اینکه سفر برین، ولی یه قولی میخوام ازتون بگیرم وقتی رفتید سفر و آمدید به سلامتی برنامه بذاریم وقتش هم بیشتر باشه. اولا اون راجع به اینکه هیچ کس یا هیچ چیز مقدس نیست، فکر کنم اسمش کارول لامبارد و فردریک مارت برک بوده، این دوتا یه کتابی نوشتن بیاره یادم میاد دقیقا، ولی معروفتر از این بره بره. این شد کتابه بله، ولی ما فیلسوفی داریم که یادم هستش که میگه هیچ چیز مقدس نیست که خدا انشاءالله خاک در دهانش بده. اون مبریک نبوده، مبریک فلسفه یه همچیز. anyway بذارید چون دوستی تماس گرفته در رابطه با مشهد روی فیسبوک هم نوشته که ولی در مشهد فاحش خانه است، اجازه بدیم من یه سوال از ایشون بکنم. من پاسخ نه اینو بفرمایید به من اجازه بدین آقای چون اینو مطرح کردم من همینجا صحبت بکنم. من از شما سوال میکنم، من پارسال رفتم هلند، یکی از جاهای دیدنیش که شما پیاده میشی از قطار بهت میگن برو رد لایت. من با همسرم بودم رفتیم خیابان رد لایت چرخیدیم، فاحشه های بدبخت تنفروش وایسادن پشت چراغ قرمز مثل ویترین. این دوستمون خانم یا آقا اونو چی میگن؟ یه دوستی گفت که الان تو چیزا می‌نویسن که رأی ندهید چون اگر رأی بدهید در جنایات حکومت شریک هستید. آقا شما که رأی میدید در کانادا، بنده که رأی میدم در آمریکا، در جنایات جورج بوش، دونالد ترامپ، اوباما یا کانادا در جنایات نمیدونم کوین و این شریک هستیم. آقا من میرم رأی میدم که این فلانی بیاد این آشغالای خونه ما رو به موقع بردارن، مدرسه بودجش اینجوری باشه بچه ها بعد از مدرسه وقت داشته باشه. من نمیدونم این ملت ایران چرا اینجوری شدن. یا شما... نه ملت ایران نگین اینا اسم خاص دارن، این خبیثان بدبخت قرق در این کودشتهای زودگذر مسخره. من تا خوشحالم که اینها این قضاوت ها رو میکنن چون همه اغلا میخندن بهشون. این بیچاره فاحشه رو نمیفهمه. آقا اینها تمام عقد و صیغه و ارسنم چیزی جا مگر این که این حرامیان همون زنی هم که دارن یا دختر هم که عروس میکنن بدون مسائل شرعی باشه. اینها زر زیادی میدن، این اصلا مفهوم آقا این مسئله رو میدونن. بسیار کار زیبایی است. بنده به عنوان یک مسلمان میگم اگر قرار هست کسی با کسی هم خوابی کند که قرار هم هست، نیاز بشری است، این رو خدا کانالیزه کرده. آقا دائمش اینجور، موقتش اونجور، خواست بر سرتون که خلاف این رو که به صورت اسمشو میذارید آزادی دست زنتو بگیره بره به بالا، این رو فاحشه نمیدانی و آن را میدانی. اینها دیگه آقای سربی معذرت میخوام ازتون عرض کنم که زرزرهای زیادی است، بهتر این جمله رو به کار ببریم که میگن اونم که نوشتن دیگه اصلا به این نوشته های فیسبوک و میسبوک اونم که اصلا محل نگذاریم. عرض کردن در شأن چشم آدم هم نیست حتی اینها رو ببینیم. آقای افشار اجازه بدید یادی کنیم از آقای حسن اجلالی، خدا حفظش کنه. بله ایشون هم بارها میگفت که من روزی نمیدونم اینقدر دعا میکنم که ترامپ بیاد سر کار. یه دفعه وقت داشتم باهاش نشستم صحبت کردم، گفتم آقای اجلالی شما چرا؟ گفت آقای سربی میخوام این چیز دروغی که تو دنیا گفته شده حقیقتش بیاد بیرون، بفهمن مردم که آمریکا اینه و الی آخر. شما درباره قرائت قرآن و اون مشکلی که با یوتیوب و اینها داشتین گفتید، اجازه بدید من اینجا به همشهری عزیزم که پیام گذاشته، من اون پیامو برای شما میفرستم که با آقای افشارها پیشنهاد کنید، با آقای مصطفی زاده پیشنهاد کنید، با آقای نمیدونم فلان پیشنهاد کنید این چیزا رو بذاره. دوست عزیز آقای افشارها از اول برنامه تا حالا شماره تلفنش 905 737 51 58، ایمیلش info@kaveacademy.com. ما کی میخوام یاد بگیریم که مستقیم با ایشون تماس بگیریم،
پیشنهادمون رو انجام بدیم، شاید اینجوری قبول کنه. ولی خب وقتی ایشون برای من نوشته، این دوست ما قرار بوده بیاد روزی 5 دقیقه اخبار بگه، حالا کاری که نکرده هیچی برای من تکلیف تعیین میکنه، یا به قول شما بدونی که به پولی به من بده به من میگه برو این وظیفه رو انجام بده. آقا به من چه که به آقای افشارها بگم برای برنامه اوپنینگ چی بذار؟ آقا مکین میفرمایید. بله و یه چیز دیگه آقای مصطفی زاده هم ذکر خیرشون شد، خاطرم آمد این مسئله رو فراموش کرده بودن که به همین افراد وطن فروش، افراد بی معرفت، افراد ناآشنا بهشون بگه مگر کسی رو بکنن در منزلی اتاق درارن ببندن چیزی نگذارن برسه چه میکنن؟ ایشون میگم آفرین و صد آفرین که با تمام درهای بسته باز هم ملت رو نگذاشن از قحطی هلاک بشن. توجه کنیم که چه به روز مملکت دون آوردن فراریانه دگماله ارز کنن تشکیلات طاغوت. یادتون باشه مردم واقعی ایران تشکر خودشون از ملت ایران دارن. بسیار مهم. این عیاشانی هم که در اینجا هستن آقای سربی عزیز به خودشان ما بگذاریم بهتر است تا این که بخواد وقت علما و ارز کنن که با معرفتهای جهان رو مثل حضرت عالی و دیگران رو بخوان بگیرن. اجازه من آخرین نکترم به شما بگم، چون شما چند بار لطف کردید و تلویزیون مردم رو تعریف کردید، از من تعریف کردید، من ضمن تشکر از شما برای دوستانی که فکر میکنن تلویزیون های نجات پرست احمقی مثل ایرانیان آریایی، آقا از اسمش نداریم. اجازه بده اینو بگم آقای افشارا، شما خودتون هم بیزینسمن هستید هم تو کار آموزش پرورش هستید، دوستان چند نفر که ادعا میکنن از شما بیشتر میفهمن، به شما آموزش میدن، یه تلویزیونی رو نمیتونن بچرخونن، هر ماه کاسه گدایی دستشونه و مینویسه ما 30,000 دلار. بله الان گدا شدن. بله در صورت من میدونم، من افتخار میکنم که وقتی یه نفر میاد اینجا میگم آقا اینجا اینجوریه، این ماشین مجانی، راننده در خدمتتون مجانی، شما اگر میخوای سوخت بریز با هم برسیم به مقصد. خب یه عده از آقای افشارها لطف کردن در راه برای بنده کافی و چایی هم و شیرینی هم میخره. آقای افشارها خودش زنگ میزنه به من میگه من اینقدر تعداد برنامه نگاه کردم، این دیگه شعور و معرفت اینها رو میرسونه. ولی اگر کسی بیننده اون تلویزیون ها هست، عذر میخوام اینو میگم، همون موقع خودتون شما دارید میگید به اونا که آقا ما نمیفهمیم، ما آمدیم به شمایی که نمیتونید یه شرکت کوچولو رو اداره کنید، میگیم بیا. این آقای دکتر رنجبر حرف قشنگی میزد، میگه یه خونه 20 متری که میخوایم بسازیم با 4 نفر صحبت میکنیم، 2 معمار میاریم، اینا میخوان برن یه ایرانو آباد کنن، یکیشون یه برنامه نداره، یکیشون یه شرکت اینجا 10 شرکت رو زمین زده این آقای رضا پهلوی، شرکت های بانکی، شرکت های نفتی. من ببخشید اینو میگم، من اسب و خر داشته باشم افسارشو دست این آقا نمیدم، میذارم خر اسب خودشو. آقای سوربی این پسر رو که بلش کنی، میبینید این اصلا بلش کنی، اینو همونم خیلی بهش نزدیکم، یا خودش صدها بارم گفته بابا این خلطا به ما نیامده ولش کنی. من این بوق به دستان نوکر اجنبی رو میگم، مثل همین جریان ایران آریایی یا بعدن گاهی اوقات هم همین همایون، اینها آقا گدایی به این شکله، اینا مزدورن، گمان نکنین وطن پرستیه این صبح. این بدبخت ها برحال برای مخارج عرض کنه، مخارج هم نیست چون مخارج که خدا میرسونه، مخارج هر پرو روزمره رو، اینها برای برج هاشون برحال باید کاسه گدایی رو پهن کنن که کردن و هیچ وقت هم به جایی نخواهن رسید. همیشه باید کاسه گدایشون اونی که باید عزت بدهد کس دیگری. بسیار ممنون آقای افشار، در اولا سفر خوبی داشته باشید، در حین سفر اگر جایی بودید که امکاناتش بود خواستید صحبت کنید حتما تماس بگیرید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشید. مطمئن باشین همه دوستان معتقد و حتی بی اعتقاد رو، ما به عقیده خودمان در جاهایی که 4 دست پا واردش میشیم و خاک پای زوارش رو سجده میکنیم، آقا حتما دعاگو خواهیم بود و معتقد هستیم که انشالله این دعاها اثر خواهد کرد انشالله. بسیار ممنون آقای مدد، روی مات هم میبوسم و به خدای بزرگ میسپرم که آقای سلطان خدا نگهدار، با امید دیدار. آقای مدد خدا بشون. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا.
دو سه دقیقه هم برنامه آقای حسن ارشاد به تأخیر افتاد، از ایشون عذر میخوام و این برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا برنامه جدید. دوستان شما هم میتونید مهمان برنامه ما باشید یا خودتون برنامه داشته باشید و در تلویزیون مردم نظراتتون رو با دیگران به اصطلاح در میون بذارید. اگر چیزی میدونید، فکر میکنید لازمه یاد دیگران بدید، اگر چیزی میخواین بدونید از دیگران یاد بگیرید. روز روزگار بر شما خوش. آخر هفته است، مواظب باشید که خوشی شما باعث ناخوشی دیگران و بعد ناخوشی خود شما نشود. خوش باشید تا اونجایی که معقول و چی میگن رنگین و سنگین. آقای افشار هم میگن سنگین منظور چیه. دوستان عزیز مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.